تماس از زندان ابی می باشند. مردم آگاه ایران، من نرگس محمدی هستم و صدای من رو از بند زنان زندان اوین میشنوید. گرچه 5 ماهی هست که تلفن من قطعه و من از طریق تلفن سپیده قلیان همبندیم دارم این ویس رو میدم. 1 ساعت پیش دینا قالیباف رو با بدن کبود و روایت تعرض جنسیش وارد بند زنان زندان اوین کردن. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرضها، اذیت و آزارها، ضرب و شتم‌هاشون توسط مأموران حکومتی که از سر گذروندن رو افشا کردن و ملت ایران و جهان شاهد اون هستن. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زن ستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم. مردم آگاه ایران، من از تمام شما، از همه اصناف، اقشار، روشنفکران، کارگران، معلمان، دانشجویان و هنرمندان، چه در داخل و چه خارج کشور، میخوام که علیه این جنگ تمام عیار، علیه تعرض، علیه تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد بشیم. مردم عزیز ایران، من از جهان و جهانیان میخوام که این جنگ وحشیانه بی امان رو که جلوه‌ای بد هیبت و مشمئز کننده از آپارتاید جنسیتی هست رو متوقف کنیم. اما صحبتی دارم با شما زنان سربلند ایران زمین. زنان سربلند ایران، حکومت مستبد بیرم تصور میکرد که با تعرض و تجاوز به زنان اونها رو میتونه وادار به عقب نشینی بکنه. اما شما زنان بینام و نشان گمنام، از سیستان و بلوچستان تا کردستان، از خوزستان تا آذربایجان و تهران، در سراسر ایران عقب ننشستید بلکه عقب نشاندید. ما زنها مقاومت رو توی هر لحظه از زندگیمون، در هر مکانی زیر چکمه های بیرحم استبداد، توی زندان و تو خیابون داریم زندگی می کنیم. عزیزان من، روایتگری خودتون رو دست کم نگیرید. این روایت ها حکومت زن ستیز رو رسوا خواهد کرد و به زمین خواهد کوبید. خواهش میکنم که روایت هاتون رو از بازداشت، از تعرض، از آزار و تحقیر و ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. امیدوارم که این ظلم هر چه زودتر به پایان برسه. زنده باد مقاومت، زنده باد آزادی، زنده باد زنان دلاور شکست ناپذیر ایران زمین.